السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به یک ویدیو دیگه. امروز میخوایم این غذای فوق العاده خوشمزه را برای شما عزیزان طرز تهیهش بگذارم. بسیار یک غذای خوشمزه است، فکر کنم غذای ترکی عربی است، زیادتر ترکا عربا پخته میکنن. و اینجا گاهو را پاک صفا شستم، برگهایش را جدا کردم و چند تا از برگ ها را در داخل آب داغ گذاشتم برای 3 الی 4 دقیقه تا نرم شوند. همینطور کار خود را ادامه میتیم تا تمام برگ ها نرم شوند. نام ترکی از این غذا که است لحن سرمسی است که میشه به فارسی کرم رول، و واقعا که یک غذای خوشمزه است برای کسانی که گیاهخوار هستند. اینجا که میبینین من مرحله اول که در آب جوشاندم تمام برگ ها را تمام کردم، و اینجا برگ ها را اگر برگ های کلان باشه 4 توته میکنم، اگر برگ خرد باشه 2 توته میکنم، و همین قسم تصویر تمام برگ ها را برش میزنم. عزیزانی که تا هنوز سابسکرایب نکردن لطفا سابسکرایب کنین و لایک شیر کامنت فراموش نشود. برای پرنمودن این غذا ما با پیاز، گوشت کوفته، می گوشت کوفته را دمی میکسر میکس کردم و اینجا هم دونه و ربع زردوش میتونیم استفاده کنیم، و اینجا مرچ سرخ دلمه است و مرچ تند است همراه با نمک، و تمام مواد ها را در یک ظرف انداختم. و اینجا که میبینین برنج هم اضافه کردم، این برنج است که من قبلا در آب ترش کرده بودم، و در آخرم جعفری خرد شده را اضافه میکنم، و تمام مواد ها را با دست خود خوب مخلوط میکنم. و اینجا هم از این مواد ها گرفته در هر برگ از کاهو میندازیم و خوب محکم میکنیم. همین کار ما را ادامه میدیم تا تمام برگ ها را پر کنیم. عزیزان برای حمایت بیشتر و ویدیوهای بیشتر لطفا کانال ما اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و زنگوله را هم بپشارین، لایک کامنت و شیر یادتان نرود.
و اینجا هم که به خاطر که تایده که از قضا نسوزه، اول یک مقدار روغن چرب کردم دیگه، بعدا حلقه های کچالو را گذاشتم و در آخر هم که همه موادها را لابلا میچینم. همه که تمام مواد ها را در دیگ چیندم و این مواد را بالایش اضافه میکنم تا بامی مواد خوب پخته شوند و این مواد هم که آب است، رب است، ریحان خشک است، نمک است، برای 15 الی 20 دقیقه میگذاریم تا کاملا پخته شود و اینجا که میبینین بسیار یک رنگ خوبی را به خود گرفته، واقعا یک غذای خوشمزه است. عزیزان، خدا کند که از ویدیو لذت برده باشین. لطفا برای حمایت بیشتر کانالم را سابسکرایب کنین، لایک، شیر، فراموش نشه تا ویدیو بعدی. خداوند یار و مددگار شما باشد.